هیچ موجودی بیش از موش در جهان الهام بخش ترس نیست. این موجود نمادی از مرگ و طاعون است. آنها کابوس ما می شوند. وقتی در دیوارها خانه می کنند و به راحتی آنجا رفت آمد دارند. دوم فلس مانند آنها واقعا آزاردهند است. موش های صحرایی در هر سال باعث میلیاردها دلار خسارت می شوند. آنها منابع غذایی را می خورند و انواع دیگر آنها از طریق جویدن سیم های برق، گاز گرفتن کودکان و غیره باعث آزار و اذیت و ناراحتی ما می شوند. ما در ادامه ویدیو 10 عنوان جالب توجه در مورد این موجود را براتون میگیم که تا حد زیادی متفاوتند. سلام خدمت همراهان گرامی و دوست داشتنی کانال مارول سیتی. امروز میخواییم 10 واقعیت عجیب و غریب درباره موش ها رو براتون بگیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خوشحال میشم قبل از شروع ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. 1. اگرچه گونه های بسیار مختلف از موش وجود دارد، اما یکی از انواع بسیار مشهور آن موش قهوه‌ای یا نروژی است. به احتمال زیاد منشأ این موجود چین بوده که بزرگترین نمونه آن میتواند حدود 1 کیلو به بالا وزن داشته باشد. این موش ها مانند طاعون تقریبا در همه جای جهان با جمعیتی از چند صد هزار تا چند صد میلیون به جز مناطقی از قطب شمال و جنوب وجود دارند. 2. موش سیاه و بدریخت مناطق استوایی را که بعضی از آنها به عنوان دیگر آن ترجیح می‌دهند. زمانی گونه غالب در اروپا بود. این موش همان ناقل طاعون سیاه بود. ککی که بر روی بدن این موش‌ها زندگی می‌کرد، عامل انتقال آفات باکتری‌های یریسینیا به میلیون‌ها نفر از قربانیان بی‌خبر طاعون بوده است. موش‌های سیاه و سفید کوهنوردان بسیار عالی هستند و ثابت کردند که به زهر بسیاری از گونه های حیوانات زهردار سراسر جهان واکسینه هستند. آنها به خصوص در نیوزلند بسیار زیاد هستند. آنها برخلاف همتایان قهوه‌ای خود تمایل دارند سریع به مانند یک انفجار جمعیت خود را بزرگ و بزرگتر کنند. 3. این تقریبا غیر ممکن است که به طور کامل خانه شما ضد موش ساخته شده باشد. آنها می توانند به راحتی از طریق هر دهانه کوچکی به قطر 1/4 بدنشان وارد محیط شوند. با توجه به مقایسه های انجام شده، سختی دندان موش سخت‌تر از آهن یا فولاد است و می تواند به راحتی قادر است هر چیزی را گاز بگیرد. هنگامی که آنها به خانه حمله می کنند، گرفتن آنها بسیار دشوار است چون موش باهوش است. تله های موش که غالباً به عنوان سلاح برای مقابله با موش ها ساخته شدند، برای حیوانات خانگی و بچه ها خطرناک هستند و به همین علت آنها هنوز هم جولان می دهند. 4. توکسوپلاسما گوندی، انگل تکیاخته‌ای که به طور کامل در چرخه عمر یک گربه و در بدن این موجود وجود دارد. گربه ها با استفاده از این انگل به باروری و ادامه نسل می رسند. اما همین انگل اگر درون بدن یک میزبان موزی مانند موش که آلودم هست وارد شود، تغییرات عجیب و غریبی در مغز حیوان به وجود می آورد و در نهایت منجر به مرگ آن می شود. توکسوپلاسما در بدن 1/3 از جمعیت جهان وجود دارد و از آن کشنده و خطرناک است، به خصوص برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند و زنان باردار. توکسوپلاسموز به بسیاری از بیماری های دیگر از جمله اکزوفرنی ارتباط دارد. 5. اما گسترش موش ها در سراسر جهان به طور کامل شامل انواع خوش شانسی های محیط است. آنها می توانند خودشان را بدون مشکل زیادی با محیط های مختلف منطبق کنند. موش ها می توانند مانند یک شتر بیابی را تحمل کنند. بدن بسیار مقاومی در برابر سقوط از ارتفاع دارند. آنها می توانند مقدار زیادی در برابر اشعه‌های مختلف دوام بیاورند. زنده ماندن و شنا کردن در طول نیم مایل از دیگر توانایی های این موجود عجیب است. در طول نسل ها آنها نسبت به سموم مختلف مصنوعیت خاصی به دست آوردند.
6. در حالی که برخی گربه های خانگی ممکن است تا حد زیادی توانایی شکار موش را از دست داده باشند، هنوز هم بسیاری از موجودات دیگر وجود دارند که موش به عنوان یک جزء اصلی از رژیم غذایی آنها به حساب می آید. جغدها و بازها، مارها، اعضای خانواده راسو و بسیاری از شکارچیان بزرگ عاشق خوردن موش هستند. بعضی از نژادهای سگ نیز در شکار کردن موشها مهارت خاصی دارند. حتی انسانها هم در برخی نقاط جهان مانند آفریقا و آسیای جنوب شرقی موش را به عنوان یک غذای لذیذ نوشجان می کنند. در حالی که ممکن است در بعضی از نقاط هند این موجود مورد پرستش قرار بگیرد، در جای دیگری به عنوان غذا مصرف می شود. ناموسن فاز همشون رو خریدارم. 7. بسیاری از کشفیات دنیای پزشکی بر اساس آزمایش‌هایی است که برای این موجودات کوچک انجام می‌گیرد. با دستکاری ژنتیکی در بعضی از نژادهای مختلف آنها را برای استفاده در شناخت داروها و مراحل درمان بیماری‌هایی مانند دیابت و البته مشکلات ناشی از چاقی و غیره استفاده می‌کنند. به تازگی از موش در مهندسی ژنتیک برای ساخت بافت، پوست و قزروف استفاده شده که این بحث بسیار جنجال برانگیز شده است. 8. برای کسانی که از جوندگان می‌ترسند، موش‌های صحرایی گامبیا نمادی از رعب و وحشت مطلق خواهد بود. شباهت ظاهری این موش به موش صحرایی نروژ شاید اشتباه برانگیز باشد، اما نسخه گامبیایی این حیوان می‌تواند تا 7 کیلوگرم رشد کند. در آفریقای بومی این سرزمین موش را به عنوان گوشت بیشزار می خونند، اما ماهیت هوشمند و سربزی این حیوان منجر شده تا برای شناسایی مین‌های زمینی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود ظاهر نامطلوب آن، موش صحرایی غول‌پیکر در واقع کاملا دوستان است و مواردی می تواند به عنوان یک حیوان خانگی عجیب و غریب مورد استفاده قرار گیرد. 9. یک جفت موش می تواند در 5 زایمان 7 الی 15 نوزاد در یک سال به دنیا بیاورد. همین نوزادان در حدود 5 هفته‌ای که باشند خودشان بارور می شوند. در یک محیط خلأ یک جفت موش از لحاظ نظری می توانند صدها هزار یا شاید میلیون ها فرزندان در یک سال تولید کنند. باید خدا را شکر کرد که در شرایط عادی میزان مرگ و میر نوزادان موش ها حدود 95% در ابتدای دوران زندگیشان است. 10. اما دهمین موضوع جالب درباره موش ها اتفاقی است که تحت عنوان موش پادشاه که شاید یک اتفاق عجیب و غریب باشد. در جایی موش های بسیاری از دم به هم می چسبند و در نهایت دم های آنها به هم تنیده می شود. چند نمونه از این اتفاق در قرون وسطا یافت شده، گرچه اشکالات و شبهات زیادی در این مورد وجود دارد. بزرگترین پادشاه موش شناخته شده یک خوشه متشکل از 32 سر موش سیاه صحرایی مومیایی شده در یک شومیه میلر در آلمان است. مربوط به سال 1828 که میتوان آن را بر روی صفحه نمایش در موزه در آلمان دید. از لحاظ تاریخی موش پادشاه به عنوان یک فال وحشتناک در ارتباط با مرگ و میر و بیماری دیده میشود. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیویی دیگر، بدرود.